بانجو قطوس رفقا، ببینید که اینجاست مثل همیشه مصالی. حالتون چطوره؟ خوبیم؟ امیدوارم همیشه خوب باشین، همیشه. امروز چی دارم براتون؟ گاد، ویدیوی ترسناک، ویدیوی ضبط شده یه ترسناک دوربین های مدرسه. قراره که با هم دیگه بریم ببینیمش. این ویدیو 10 دقیقه است دیگه، چون اینترو این چیزا جدید اومده با کارو یکم شاخ شده. قراره که یکم این گفتمان اول فیلمو کم کنیم. دمتون گرم که ما رو دنبال میکنید، خیلی خیلی ممنون که هستید. سابسکرایب مثل همیشه یادتون نره، کنارشون زنگوله رو بزنید اگه نزدید. اگرم که دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید و برام کامنت بذارید. دمتون گرم، بریم سراغ ویدیو. هدف تو اصلا اینه که جواب بگیری و میدونی من این کارو نمیکنم. ویدیو آماده است. ترسناک ترین ویدیوهای ضبط شده با دوربین مدار بسته. گاد، این میتونه خیلی ترسناک باشه. کلان این چیزهای ترسناک عجیب غریب باسه ما میارن که ما کرکو برامون میریزه و من نمیخوام که کرکو برام بریزه. این ویدیو 10 دقیقه است، ضبط نکنیم بریم سراغش. دمتون گرم که هستین و دیگه مثل ویدیو قبلی نیست. بهت ست یا هدفون یا هندز فری یا هر چیزی که شما صداش بکنی نیاز داریم، بریم براش. این ویدیو در مروت هندوستان ضبط شده است که سالی گذشته در کانال های خبری هند خیلی سر و صدا برپا نموده بود. نام این شخص که در تصاویر دوربینی مدار بسته در حال حرکت مشاهده می‌شود. من نمی‌دونستم که این ویدیو زبان افغانیه. براشون احترام قائلیم و مگه چی اونم فارسی صحبت می‌کنم دیگه. بریم ببینیم ویدیو رو پس. می‌شود ارشاد است. ما این را به این دلیل میگوییم زیرا مرگ ارشاد در این ویدیو ضبط شده بود. گفته می شود که جان ارشاد توسط آن سایه سیاه که در ویدیو در اطراف او میچرخد گرفته شده است. با تماشای دقیق این تصاویر مدار بسته سایه سیاه و مرموزی را میبینیم که برای ارشاد که در گاراژ کار میکرد نیز قابل رویت بود و بعد از مدت کوتاهی جانش را از دست داد. سایه رو نگاه کن. سایه دیدی نترسینا، میمیری. خودش داده که نکاش که. این ویدیو از روسیه آمده است. در آن دوربینی مداربسته نصب شده بیرون یک کارخانه لحظه ای از حمله یک نیروی ماورایی به انسانها را ضبط کرده است. در اینجا دو نگهبان هنگام شب بیرونی کارخانه استاده بودند که ناگهان یکی از آنها روی زمین می افتد و آنقدر دست و پا می زند گویا سعی دارد از چنگ شخصی نجات یابد، در حالی که در ویدیو هیچ کسی در نزدیکی او دیده نمی شود. اینجا نگهبان دوم با دیدن دوست خود در این حالت فوراً به کمک او شتافت، اما خیلی زود او نیز از ترس این اتفاق عجیب داخل کارخانه فرار کرد. یا حضرت عباس، کشتار خدا برده. حدود 10 ثانیه بعد از داخل رفتن او جرأت کرد که دوباره بیرون بیاید و دید که دوستش خیلی سریع به سمت او می آید. یا مرفت، باید گفت که پایین بودن کیفیت این ویدیوی ضبط شده هنگام شب با دوربینی مدار بسته سوالات زیادی را در مورد صحت بودن این ویدیو ایجاد میکند. در چنین شرایطی گفتن این دشوار است که این ویدیو هنری ویرایش است یا ترسناکترین تجربه زندگی یک شخص. قطعا ترسناکترین ویدیو را شناش میباش و پرتش کرد.
در این ویدیوی بعدی گفته می شود یک جن که بدن یک انسان را تسخیر کرده است در حال شکنجه و عذاب دیده می شود. این ویدیو سال گذشته در کویت به اندازه کافی وایرال شده بود. در آن یک نمازگزار در یکی از مساجد کویت دیده می شود که با شنیدن آیات قرآن کریم دیوانه وار فریاد می کشد. حتی بعد از شنیدن فریادهای او هیچ فردی حاضر در اینجا نماز را ترک نکردند. با این حال پس از دیدن حرکات او در این ویدیو بیشتری مردم معتقدند که بدن او توسط یک نیروی شیطانی تسخیر شده بود. خب نظر شما در این مورد چی است؟ در کامنت برای ما بنویسید. شما که کامنت ها کنید اون یه ولی منم تسخیر شدم. ببین خیلی میشه این ویدیو رو ساختگی تصور کرد. کار خیلی راحتیه این ویدیو که دیگه خیلی راحت این قرآن میخونه همه میگه کس بکن نخورید و این داد بزنه. خب من میگم این یک تصور میتونه باشه، یک تفکر در مورد اینکه آره اینا این شکلی کردن و اینا هم داد زدن. یعنی یکی از برداشت های نسبت به این ویدیو میتونه ساختگی بودنش باشه. یکی دیگه جن باشه، یکی دیگه من نظر خاصی ندارم، من ترسیدم همینو خواستی میشه آقا ترسیدم. خب چرا این داد باید بزنه آخه؟ باید کانجورینگو چه میدونم اینسایدیوس این چیزه زیاد دیدم، میدونم جریان چیه، میترسم. بله آنابلو دارم دلیل میارم که نترسم. خیلی عالیه، خیلی عالیه. بریم برای عدی گفته می شود که حیوانات از حس ششمی فعالی برخوردارند. آنها می توانند آن رنگ هایی را ببینند که چشم بشر توانایی دیدی آنها را ندارند و حتی می توانند هر آن بویی را حس کنند که به مشام انسان هم نرسد. طبق گفته شخصی که این ویدیو را منتشر کرده است شاید حس ششم گربه او فعال شده است. به همین دلیل گربه او امروز فعالیت های عجیبی انجام می دهد. داره بازی میکنه. داره بازی میکنه. از سرمون کردی بابا. این گربه بار بار سعی در گرفتن چیزی دیده می شود. چیزی که احتمالاً در آنجا وجود ندارد. چنه دراش لیزه رو بازی میکنه. صاحب گربه میگوید این گربه از 7 سال بدین سو با من بوده است، اما من تا کنون هرگز ندیدم که چون این حرکاتی انجام دهد. و حالا بعد از دیدنی این حرکات عجیب او از گربه دوست داشتنی خود احساس ترس میکنم. این ویدیوی بعدی دوربینی مدار بسته شواهدی است از اتفاقات عجیبی که برای کارگران یک مرکز تحقیقات علمی افتاد. دیده می شود که کارگر در فاصله دور از شیشه های پر از ماده های شیمیایی استاده است و سقوط ناگهانی شیشه به خودی خود یک اتفاقی غیر سر 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 آها این ویدیو کاملا ساختگی هم که بچه که نیستیم که این دوربین مدار بسته شواهدی است از اتفاقات عجیبی که برای کارگران یک مرکز تحقیقات علمی افتاد. خب حالا تو میگم چرا این چیز کجاست؟ خب نه پنجه رو این یارو استوپه، این عکسه، این تو عکس تکون خورده افتاده، یه جلو گرافیکی درست کردن بعد این برگشت نگاه کرده. کن استوپه، این تکون نمیخوره. نکنیم
نکو تکون نمیخوره. به تکون میخوره. دمه شواد که کارگر در فاصله دور از شیشه هایی پر از ماده های شیمیایی اصلا وایساد قفل شد استاده است و سقوط این ناگهانیش به تکون نمیخوره. قبل شما کنه که هم تکون میخوره. دیدم شواد که کارگر در فاصله دور از شیشه هایی پر از ماده های شیمیایی استاده است و سقوط ناگهانی شیشه با خودی خود یک اتفاق حیرت آور است. کارگر با کمال خونسردی در مورد این اتفاق به همکار دیگرش گفت. بعد از مدتی یک کارگر نظافت شروع به تمیز کردن آن کرد و این کارگر نظافت نیز در اینجا با حادثه مشابهی روبرو می شود. پشمای امری خدایا برو اونجا. در این ضبط ویدیویی مدار بسته در دسامبر 2011 یک مرد ماسک پوش در تاریکی شب در حال انجام سرقت دیده می شود. در اینجا حادثه ای برای او افتاد که شاید هرگز در این مورد نتوانسته باشد صریحا با کسی صحبت کند. دیگه دوزی رو میذارم میبوسه میذارم کنار. حالا توف داری دیگه دازی کن. در واقع این شخص ماسک پوش را یک شی بیجان چنان ترساند که از وحشت زیاد فرار کرد و حتی به پشت خود نگاه هم نکرد. بینندگان نظرات مختلف در مورد این ویدیو دارند و گفته برخی این یک واقعه ماورا و طبیعی بود و برخی میگویند احتمالاً این یک وسیله الکتریکی بود که دزد از ترس حرکت او از آنجا فرار کرد. اما این یک حرف واضح است که پس از این حادثه این دزد شجاع دزدی را ترک و شغل جدیدی برای خود پیدا کرده باشد. عجب هم گذی بیدم هرچی هم که باشه یا بسیر کامپیوترش کرد این دیگه دزدی نمی کنه. خلاص دزدی نداریم. دزدی تمام. یا خدا خدا دادمون برست. داستان هایی از حوادث جنوروا اغلب در شفاخانه ها شنیده می شود. اما این احتمالا اولین ویدیویی است که ادعا می شود یک روح یا جن را در داخل شفاخانه نه بلکه در حال راه رفتن بالای سقف آن دیده شده است. در واقع روی سقف این شفاخانه واقع در چین یک هلیپد ساخته شده است و به همین دلیل دوربین های امنیتی نیز در اینجا وجود دارد که در آن یک سایه مرموزی ضبط شده است. این ویدیو توسط یک نگهبانی زن که در این شفاخانه دولتی چین کار می کرد در شبکه های اجتماعی منتشر شده است و گفته است که آن شب هیچ انسانی روی سقف نبود، زیرا مسیری ورود به سقف هر لحظه زیر نظر او بود. با این حال این سایه مرموزی ضبط شده با دوربین سوالات حل نشده زیادی را ایجاد میکنند. نیستن تصوری دارم از ترس نمیشه خودم انقدر. هیچ کسی از صحت بودنی این ویدیوی بعدی اگر بخواهد هم نمیتواند تردید کند، زیرا یک شخص در حین پخش زنده فیسبوک یک حادثه مرموزی را ثبت دوربین کرده است. در جریان پخش مستقیم این کاربر فیسبوک به نام شیوونیک لگیسی وقتی دوربین را میچرخاند تا به دوستانش نمای بیرونی پنجره را نشان دهد از دیدن موجودی عجیب و غریب در بیرون شوکه می شود. بسیاری از دوستان دیگری اونیز این موجود را در پخش زنده دیدند و در کامنت نوشتند که از خانه بیرون نشو چون هیچ کس نتوانست بفهمد که آخر آن چی بود. پس از بررسی این ویدیو برخی به این نتیجه رسیدند که آن ممکن است یک کانگرو بوده باشد. اما شیوونی که در آمریکا زندگی میکند میگوید کانگرو را اینجا تا دور دور نمیتوان یافت و نه اندازه کانگرو تا این حد بزرگ است. بابای نر کانگرو خرگرو کانگرو نیست. کانگرو نبود.
بچه ها هیچ جا امن نیست، حتی بغلتون، حتی کنارتون، هیچ جای امن نیست. تمام دیگه، من هیچ جایی رو امن نمیدونم. گاد ترسناک آقا، ترسناکه، به خدا من میترسم. من توی این کار کنیم قد مدعی بایی میستم جلوتون برند دعا میشه، از جن و روح و چیزه ماهر طبیعه میترسم. واقعا هم چیز ترسناکی ها. من داخل ویدیو قبلی هم گفتم تلقین کنیم که این چیزه واقعی نیست، خیلی بهتره، خیلی بهتره. تلقین کنیم نیست خیلی خوبه. الان مثلا تو میگی اوه این ویدیو مثلا ترسناکی، دارم جن بغلم، حسا حسا، ولی چه باگه نیست. من نقدا تو یه نفر نادیده بگیدی فرار میکنه میره دیگه. عجب عجب. دمتون گرم رفقا، تا اینجا با ما بودین، خیلی 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 ممنون. مثل همیشه سابسکرایب یادتون نره، اگه سابسکرایب کردین زنگوله رو بزنین، اگه زنگوله رو هم زدین این دوتا رو بزنین کنار، کلا داستان نوسته شد. ویدیو رو دوست داشتین لایک کنید، اگه لایک هم که کردین که میدونم همتون لایک کردین، کامنت هم اگه دوست داشتین بذارین. دمتون گرم، تا ویدیوی بعدی، بدرود.